در این ویدیو از الدن رینگ میریم سراغ 5 تا دیگه از سلاح‌های بازی که اینا هم قابلیت منحصر به فرد خودشونو دارن و با قدرت مخصوصشون میتونن تا اواخر بازی خیلی راحت همراهیمون کنن. من موندم چطوری توی 35 گیگ این همه محتوا جا دادن. علاوه بر اون نحوه گرفتن همشون هم بهتون یاد میدم. اولین سلاحمون شمشیره. اسم شمشیره جالبه، واقعا نوشته شمشیر، اما خب خودش یه کرفت سورده که همونطور که میدونم حد زدین واسه بیلدای باد به درد میخوره، چون میتونیم باش خیلی خیلی سری دشمنامونو دچار بلاد لاس بکنیم و فاتحشونو بخونیم. علاوه بر بلاد اگه استات یخ رو هم روش بندازین و البته دوتا ازش داشته باشین، میتونین دقیقا مثل بلاد از دمیجش و وارد کردن سریع استات به بدن دشمن لذت ببرین. یخ برخلاف بلاد علاوه بر این که میاد یهو مقدار خیلی زیادی از خون دشمن رو کم میکنه، همچنین سرعت اتکاشون هم یکم میاره پایین، ولی خب دیرتر از بلاد به بدنشون وارد میشه، یکم کنتره، واسه همینه که میگم بهتره واسه بیلدای بلاد ازش استفاده کنین. دمیج فیزیکالش بدون این که حتی روش اشاواری مثل سپوکو رو بندازین همچنان معرکه است. بعد چی؟ خب بگو. پس اگه مدت زمان سپوکو تموم شد بازم نگران نباشین، چون بازم میتونه خیلی سریع به دشمنا بلاد وارد کنه. رضا خودت چه کار کردی؟ این همه داری ازش تعریف میکنی؟ کاری که من کردم این بود که روی هر دوی این سلاح‌ها اشاوار سپوکو رو انداختم و قبل از اینکه نبرد شروع بشه هر دوتا شمشیر رو به بلاد آغشته میکردم و موقع نبرد وقتی زمان اشاوارم تموم میشد بازم ادامه میدادم، چون سرعت بسیار بالایی داشت. اگه میخواین فقط با یک دکمه دشمناتون رو تحت بلاد لاس قرار بدین، کافیه با جامپ اتک ها و زدن L1 و همچنین دویدن و زدن L1 استفاده کنین. از این دویدن خیلی خوشم میاد، چون هم راحت تره هم از فاصله دورتری میشه زدش. اتک های معمولیش هم اگه حوصله تکرار کردن جامپ اتک ها رو ندارین فوق العادن و میتونن خیلی سری دشمنا رو نفله کنن، ولی خب با دویدن و جامپ اتک در بیشتر مواقع دشمن رو وان شات میکنین و دیگه کار به ضربات معمولی نمیکشه. اگه کشید میتونین برین تو کار ضربات معمولی. مثلا وقتی دشمن ها دارن از شیلد استفاده میکنن، اتفاقی که میفته اینه که با دویدن و یا جامپ اتک اول گاردشون رو خراب میکنین که باید بگم خیلی خوبه، و بعدش بهشون ضربات معمولی میزنین. خلاص. اگه هم دشمنتون شیلد نداره خیلی راحت میتونین بالای 1000 تا دمیج رو بهش وارد کنین که عدد بسیار خوبیه، چون سرعتش هم زیاده. پیشنهاد میکنم حتما بگیرینش، چون برخلاف بقیه کرفت زوردا میتونین همین اول بازی به دستش بیارین. واسه این کار اول بیاین به این قسمت از لیم گریو، بعد از اینکه با استفاده از گرد باد رفتین پایین در سمت چپ از 8 پای رو مخ بگذرین و در انتهای مسیرتون سمت راست به یه غار وارد شین. گریس پوینتاشو فعال کنین و خودتون رو با استفاده از این تخت سنگا بندازین پایین. برین جلوتر، دوباره خودتون رو از اینجا کم کم با استفاده از پلتفرم به زمین برسونین. همینطور برین جلو و اگه دلتون خواست گرگای مزاحمو بکشین تا نرن رو مختون، و بعد از اینکه به آبشار رسیدین خودتون رو بندازین وسط منطقه و سلاحو دقیقاً اینجا لوت کنین. ای خدا سلاح بعدی شمشیر باشه رضا. سلاح بعدیمون دث ریچوال سپیر یه نیزه است با یه ویژگی منحصر به فرد دیگه. دمیج فیزیکالش خوبه و همچنین دمیجی که با کریتیکال هیت ها میتونیم به دشمنو بزنیم هم واسه این نیزه یکم بیشتر از بقیه این نیزه است. به جای 100 تا 110 تا. علاوه بر دمیج فیزیکال به دشمنا دمیج هولی هم میزنه که این دیگه بستگی به نوع دشمنی که دارین زجر کشش میکنین داره. با بالا بردن اینتلیجنس و دکستریتی میتونین قدرتش رو از چیزی که هستن فراتر ببرین بچه ها، مخصوصا ویژگی مخفیش. همونطور که میبینین با استفاده ازش از آسمون یه سری تیر رو سر دشمنامون فرود میاد که پشت سر هم بهشون دمیج میدن و اتکاشون هم خراب میکنن. در ضمن یادتون نره ویدیو رو لایک کنین بچه ها اگه تا اینجاشو دوست داشتین. بله، این بیشتر به درد دشمنای بزرگ بازی و باس ها میخوره، طوری که 1500 تا دمیج رو میتونه به راحتی بهشون وارد کنه. دامنش هم خوبه و میتونیم از یه فاصله تقریبا دور به دشمنا دمیج بدیم، مخصوصا تو آپدیت های جدید که دامنش اومدن بیشترم کردن. نقطه ضعفش به نظرم همین دشمنای کوچیک و سریع بازی هستن که میتونن کلی برن رو مخمون. در بهترین حالت میتونیم بهشون 1000 تا دمیج وارد کنیم با کلی اعصاب خردی، ولی میشه این نقطه ضعف رو خیلی با کلاس پوشش داد.
چطوری؟ یه شیلد میگیریم دست چپمون و خلاص. بلاک آردو، دشمن کوچیک پر. اگه تو نبرده هی پشت سرم از ویژگی مخفیش استفاده کنین، میشه باسه رو فقط توی چند دقیقه شکست داد که واقعا محشره. همونطورم که گفتم کریتیکالش بالاست و میتونیم با استفاده از شیلدم یه دمیج خوبی و با کریتیکال هیت ها به دشمنامون وارد کنیم. خب حالا چه کار کنم بالاخره رضا؟ قوی ترین شیلدتون رو بردارین، اینجورنس یا همون استقامتتون رو ببرین بالا تا گاردتون زود خراب نشه و حالا از نیزتون لذت ببرین. واسه گرفتنش اول باید بیاین به گریس پوینت روین ویل کلیف تاپ. احساس میکنم صدام گرفته، نمیدونم. از اینجا همینطور با اسبتون نزدیک به لبه صخره حرکت کنین و کم کم هی خودتون رو ببرین پایین و پایین تر. بعد از اینکه از چند تا سنگ قبر میگذرین و به سمت غرب یعنی W توی قطب نما میرین، یهو یه دسپرت سر راهتون ظاهر میشه که با کشتنش سلاح واسهتون دراب میکنه. واسه سریعتر مغلوب کردنش میتونین از سلاح بلید آف کالینگ که قبلا بهش اشاره کردم استفاده کنین. اما سلاح سوممون سیلوریاس 3 که این بیشتر ویژگی مخفیش بود که خیلی ازش خوشم اومد. دمیج فیزیکالش حرف نداره. با تقویت استرنگث و دکستریتی میتونین هی قدرتشو بیشتر و بیشتر کنین. ویژگی مخفیش هم اینطوریه که سلاح شروع به چرخش میکنه و بعد از چند ثانیه کارکترمون به حول قوه الهی میزنتش زمین و هر کی تو منطقه هست و با خاک یکسان میکنه. در واقع ویژگیش دو نوع هستش. اگه الدو رو نگه دارین همینطور زمان بیشتری کارکترتون مصرف میکنه، ولی از اون طرف دمیج دو برابر به دشمنو میزنه و میشه دید که دمیج دو بار داره بهشون وارد میشه. همچنین میتونه یه جورایی دمیج رو تا یه فاصله ای هم مخصوصا تو اپدیت های جدید پرتاب کنه که واقعا معرکه است. اگر هم فقط الدو رو بزنین کارکتر اتک رو سری میزنه و دمیج کمتری وارد میکنه و خبری هم از پرتاب دمیج نیست. خب رضا اینطوری که به درد نمیخوره، واسه وقتایی که دشمن داره با کله میاد سمتتون میتونه به دردتون بخوره. اگه بتونین تا آخرش نگهش دارین 1500 دمیج و بلکه بیشتر رو شاخشه. اگرم بازیتون رو آپدیت کردین میتونین از دامنه و دمیج بیشترش لذت ببرین. من اینجا بدون این که حتی یک لول بیام آپگریدش کنم روی این 8 پا امتحانش کردم و با ویژگی مخصوصش درجا گیج میشدن. میدونم اینا سری گیج میشن، کلن دشمنای گیج شونده این، ولی این کار تا لحظه مرگشون ادامه پیدا کرد. در ضمن از دامنش هم استفاده کنین بچه ها، مثل من نرین یک سانتی باس وایسین. میتونین از یه فاصله متوسط هم باس های سرسخت رو بزنین گیج کنین، مثل همین این چیزه ماگما ویرمی که اینجاست. دمیج کریتیکالش هم 1000 تاست که 1000 تا، اوه اشتباه گفتم 100 تا، نه درست گفتم. دمیج کریتیکالش هم 1000 تاست که بد نیست. بیشتر واسه ویژگی مخفیشه که دوستش داریم. همینطور متوجه شدم که با اتکای معمولی بدون استفاده از الدو هم میشه بعضی از اتکای دشمنا رو خراب کرد و از اون بهتر میشه با همین کار گیجشون کرد. اگه گیج شدن و نمیخواین بهشون کریتیکال هیت بزنین هم کافیه یه ضربه معمولی دیگه نثارشون کنین تا با مخ بخورن زمین. واسه گرفتنش بیاین به گریس پوینت نیملس ایترنال سیتی، با اسبتون برین به سمت غرب، دبلیو توی نقشه و از این گردباد استفاده کنین و خودتون رو به مینی باسی که دقیقا اینجا واسه تون ظاهر میشه برسونین. با کشتنش میتونین سلاحو به دست بیارین. اما سلاح خوشگل بعدیمون ستورم هاک اکس که واسه گرفتنش دوتا راه داریم و هر دوشونو در ادامه ویدیو بهتون میگم. اما واسه استفاده کردن از بیشترین حد قدرتش باید استرنگث رو ببرین بالا، ولی خب دکستریتی هم میتونه جواب بده. دمیج فیزیکالش خیلی خیلی بالاست و میتونه از پس هر دشمن و یا باسی بر بیاد. رضا اینا رو ول، این حرکتی که دارم میبینم چیه دیگه؟ رعد و برق؟ حرکت ویژش هم همونطور که میبینین بله شاهکاره. در واقع این تبر نفلیه، نفلیلو، و همونطور که میبینین حرکت مخفیش همونیه که وقتی نفلیو در مقابل گادریک ظاهر میکردیم ازش استفاده میکرد. رد و برق چرخان که دمیج سنگین بالایی رو وارد میکنه، اتک دشمنا رو خیلی راحت از یه فاصله متوسط خراب میکنه، میتونه پوستچرشون رو از بین ببره و گیجشون کنه و در آخر هم کمتر کسی میتونه حرکتمون رو وقتی داریم از الدو استفاده میکنیم خراب کنه. همیه اینا دست به دست هم میدن تا بتونیم تا اواخر بازی از سلاحمون استفاده کنیم. اگه دشمنا گروهی ریختن سرتون فقط کافی از حرکت مخفی سلاحتون استفاده کنین. دیگه وقت خودتون رو صرف یکی یکی کشتنشون نکنین. واسه باسایی که بزرگن هم خیلی خوبه، چون بیشترین مقدار دمیج رو به لطف بزرگ بودنشون میخورن. ولی واسه دشمنای کوچیک دیگه رضا کم میاره مگه نه؟ نه.
دشمن کوچیک هم درست سریعن و در میرن، ولی چون اتک و حرکتشون به لطف ویژگی مخفی سلاحمون خراب میشه، میتونیم میخکوبشون کنیم و بفرستیمشون به دیار باقی. واسه گرفتنش بعد از شکست دادن گادریک در راوند تیبل هولد با نفلی صحبت کنین تا بیاد به این گریس پوینت ویلیج آف دی آلبنوریکس، اگه اشتباه نکرده باشم. اینجا نفلیو بکشین و سلاحو بگیرین. چقدر بیرحمانه. پس یا میتونین بیاین به گریس پوینت فورتیفاید منر، به این صورت خیلی ساده وارد تالار اصلی بشین و در بزرگی که سمت چپتون قرار داره رو باز کنین. فکر نمیکردین بشه بازش کرد؟ نه؟ همچنین در اینجا برین سمت راست، دشمنایی که خودشون با خودشون درگیرن و وللش و سلاحو کنار دیوار اینجا پیدا کنین. نفلیو هم لازم نیست بکشین. اما سلاح آخرمون راتن بتل همر. اگه استرنگستون رو خیلی بردین بالا شک نکنین، این سلاح یکی از بهترین گزینه‌هاییه که میتونین با بیلدتون ترکیب کنین. تو کامنت ها گفته بودین که یه سلاح سنگین واسه بلاد میخواین، این میتونه جواب بده. حالا چرا باید اینو با بیلد خوشگلم ترکیب کنم رضا؟ دلیل منطقی بیار لطفا برخلاف میلت، چون باش میشه سه تا استاتو همزمان وارد کرد. خودش به صورت پیشفرض میاد استات اسکارلت رات رو به دشمن وارد میکنه، استات مورد علاقه مالنیا که ردانو باش به جنون و خلیت کشید. هر اشاواری هم بندازیم روش بازم این استاتو وارد میکنه اسکارلت راتو. پس خودمونم میایم نو دمیج اشاوارمون رو میذاریم رو یخ، پویزن و کلا هرچی که دوست داریم تا بشه باش دوتا استاتو با یک سلاح وارد کرد. از اونجایی که اتکامون با سلاح کند نیستن، استاتو خوشبختانه زود زود وارد میشن و سرعتشون هم خوبه. اما اگه بیاین دوتا از این سلاحو بگیرین، حالا میشه همزمان سه تا استاتو به دشمنو وارد کرد. نتیجه فاتحشون خونده است. دوتا ازشو بگیرین، روی یکیش یخ و یا سم بندازین و روی اون یکی هم بلاد. اسکارلت هم که خود سلاح بهشون وارد میکنه. حالا میتونیم اسم خودمونو بذاریم قاتل. قاتل شب جمعه. واسه باسا معرکه است. از پایین تا بالا، از سر تا پاش. زیر یک دقیقه میشه از پا درشون آورد و اینو هم در نظر بگیرین که انجام این کار خیلی خیلی لذت بخشه. اصلا خسته نمیشین باش. جام پتک هم فراموش نشه، چون هم دمیج بسیار سنگینی میزنن و میتونن دشمنو گیج کنن و همچنین تو وارد کردن استاتو هم نقش دارن. واسه گرفتنش کافیه بیاین به گریس پوینت یا خدا Consecrated Snowfield و دشمنی که بین سنگ قبر داره قدم میزنه رو نفله کنین تا سلاح واسهتون دراب کنه. بهم بگین از کدومشون بیشتر خوشتون اومد و آیا توی بیلداتون ازشون استفاده میکنین یا نه. اگرم میخواین ویدیوهای بیشتری از Elden Ring ببینین، ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین. با کلیک روی صفحه میتونین با 6 سلاحی که مخصوص وارد کردن بلاد هستن آشنا بشین. فکر کنم اصلا توی این ویدیو سوتی ندادم دیگه، توپاق و اینا هم خبری نبود. این نشانه پیشرفت است. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فیرویل.